تو واقعا خالش بودی. به لطف تو دخترم شاد و خوشحال بزرگ شد. دخترم؟ اون دختر من بود، حالا شد دختر تو؟ حالا که رفت زیر خاک شد دختره؟ جمره، اون خواهرت بود. اینو میدونستی، ولی چیزی که بهتر از همه اینا بلدی برادر و خواهرکشیه، مگه نه؟ انگار تو واقعا عقلت از دست دادی؟ چه جمره‌ای، چه خواهری، میفهمی چی میگی دادستان؟ کمیسر دریا، میشه من از اینجا برم؟ میشه یه لحظه بیاین؟ این آدم فراریه، باید فوراً دستگیر بشه. اصلا اینجا چیکار میکنه؟ من نمیفهمم. تو وکیل منو کشتی، جمره رو تو کشتی. ببین منو فرات، اینجا نه تو دادستانی نه من قاتل. نمیدونم چطوری راه دادم بیای اینجا، ولی میدونم هیچ مدرکی علیه من نداری. سلام قربان، میخواستم یه گزارشی بهتون بدم. بله، دادستان فراری فرات بلوت الان تو آگاهیه. نه دستگیر نشده، نه تو آگاهی مخفی شده. این آدم یه قاتله، یه قاتل فراریه، اومده توی آگاهی ولی ما ازش بیخبریم. دریا، معلوم است داری چی کار میکنی؟ منم شیفته انگیزه و روحیه مبارزش بودم فرات. کاش الان زنده بود و میتونستم اینو به خودش بگم. بله پسرم، متاسفانه نتونستیم از دخترمون خوب مراقبت کنیم، نتونستیم ازش محافظت کنیم، درسته؟ ولی اگه الان زنده بود، تنها چیزی که میخواستیم بود که این پرونده به نتیجه برسه. ما هم همین کارو میکنیم. اون دختر وکیله خیلی واسه دادستان مهم بود. اسمش چی بود؟ جمره بود نه؟ گناه بزرگ زاهد خان. ظاهراً فرات داره دنبال یه چیزی میگرده، دنبال قاتل میگرده. باید زودتر از دادستان بفهمیم قاتل کیه. دیگه کاری نیست که بخوام بکنم. ببین، باور کن واقعا نمیخواستم اینجوری بشه، ولی با توجه به اینکه جنازه قاتل جمره رو پیدا کردیم، باید دستگیرت کنم. ازت ممنونم. اون دادستانی که من میشناسم میمونه و تا آخرین نفس مبارزه میجنگه. لازم باشه جونشو میده، ولی کل دنیا رو رو سر اون یه ساریا خراب میکنه. نمیتونم، چون اگه این دنیا رو سرشون خراب کنم، میرن یه دنیای دیگه میسازن. همه چی دست اوناست، همه چی، پول، اسلحه، تلویزیون، همه چی.